کوههای راشمور کجاست و چه رازی در این کوهها وجود داره؟ اینجا هزار و یک دانستنیه و قراره هر روز کلی اطلاعات جدید بهتون اضافه بشه. به همون اندازه که مجسمه و ناقوس آزادی از اهمیت زیادی برخورداره، تراشکاری 4 مجسمه از نیمتنه رئیس جمهورها بر روی قله های گرانیتی کوه بلک هیلز هم از مهمترین سمبول های آمریکا به حساب میاد. حضور مجسمه های 60 فوتی و عظیم الجثه جورج واشنگتن، آبراهام لینکلن، توماس جفرسون و تئودور روزولت که در تبلیغات و برخی از صحنه های فیلم ها قابل شناساییه. اندازه و شکل های مختلف این مجسمه ها در مکان های مختلف بازآفرینی شده. کوه راشمور داکوتای جنوبی با وجود شهرتی جهانی و سالانه 3 میلیون بازدید کننده، باز هم مکانیه با تاریخچه های عمیق و حقیقت های ناشناخته. قبل از اینکه ادامه بدم، برای اینکه از من حمایت بکنی ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب. نقشه اصلی شامل انواع مختلفی از مجسمه ها می شد. درسته که امروزه تصور این بنای تاریخی بدون وجود حاکمیت این رئیس جمهورها غیر ممکنه، اما بهتره بدونید که برنامه اولیه این ساخت و ساز بر روی تراشکاری قهرمانان تنومند محلی مثل لوئیس و کلارک و سراشپز قلمروی سیوکس بر روی ستونهای گرانیتی تمرکز داشته و باعث شده بین اونها و مجموعه تیرهای توتم شباهت ایجاد بشه. کالوین کولیج برای سرمایه‌گذاری‌های فدرالی به دادگاه احضار شد. کالوین کولیج در اواخر 1920 تصمیم گرفت تابستان خود را در کوههای بلک هیلز بگذرانه. افراد محلی برای فراهم کردن اقامتی آسوده برای رهبر خود، راه‌های بسیار خلاقانه‌ای را پیش گرفتند. کلاهای نمدی بزرگ و مقدار زیادی قالب‌های کره‌ای را به عنوان هدیه تقدیم کردند. با هواپیمایی تاج‌های گل رو بر روی کلبه وی انداختن و حتی نرهایی رو هم با ماهی قزل‌آلای بزرگ پر کردن تا امکان ماهیگیری آسان رو برای رئیس جمهورشون فراهم کنن. مجسمه تئودور روزولت در کوههای راشمور داکوتای جنوبی عینک نداره. در امتداد برجستگی گونه‌های صورت روزولت تنها عینکی بدون دسته و بدون لنز تراشیده شده. خطای دیدی فوق‌العاده وجود داره که از دور سبب میشه که بازدید کننده ها عینکی رو روی صورت اون تصور کنن. حفره پنهان پشت مجسمه لینکلن وجود داره. مجسمه ساز این بنا گاتسون بورگلوم علاوه بر ایده مربوط به این چهره ها دیدگاه جاه طلبانه در مورد انباری رو در سر می پرورن که پله های بزرگ و عقابی از جنس برنز در ورودی اون قرار گرفته بودن. فضای داخلی این انبار با کتیبه ها، سقف های تاقدار، تندیس های نیمتنه و کابینت های برنز و شیشه های تزئین شده و سازه های مصنوعی که مربوط به دموکراسی آمریکایی هستن در اون قرار داره. این ساخت و ساز تنها تا ساخت تونلی درون دره ادامه پیدا کرد. هال آف ریکوردز دارنده غارهای تیتانیومیه که با روکش‌های چینی پوشانده شده و نمایانگر رویدادهای مهمی در تاریخچه آمریکا و کوههای راشمور در داکوتای جنوبیه. با این حال بازدیدکنندگان بدون محبوبیت میتونن از اون بازدید هم بکنن. هر سال نزدیک به 3 میلیون تن به تپه‌های سیاه داکوتای جنوبی ایالات متحده سفر می‌کنند، چون آنها می‌توانند در آنجا به تپه‌های راشمور بنگرند، جایی که در آن مجسمه 4 رئیس جمهور آمریکا تراشیده شده. جالبه بدونید که هنرمند این مقبره اتاق مخفی درون تپه طراحی کرده تا بتونه تمدن‌های آینده رو از علت وجود این پیکرنماها آگاه بسازه. گارسون بورگلوم فرزند یک مهاجر دانمارکی و متولد ایالت آیداهوه. ویف مردی مغرور بود
و البته هنگام دریافت پیشنهاد پروژه 1,000,000 دلاری و 14 ساله علاوه بر تراشیدن 4 مجسمه 18 متری درون کوه به اینکه آیندگان وی و نسلش رو چگونه به یاد میارن نیز فکر میکرد. برای همین ساخت اتاق مخفی رو آغاز کرده بود. بنابر این گزارش کار بروگلوم روی این تپه در سال 1938 آغاز شد. قصد او این بود که تا هر آنچه که یک بیننده باید درباره کوه و کشور و قانون اساسی بدونه در این اتاق مخفی قرار بده. کسایی که از این مجسمه ها دیدن می کنن 244 متر ارتفاع گرفته و این مسیر رو از طریق پله های سنگی می پیماین. 3 سال پس از شروع کار بر روی این اتاق بروگلوم در 74 سالگی دار فانی رو ودا میگه، در حالی که هنوز کار مجسمه ها به پایان نرسیده بود. پسر او کار وی رو تکمیل کرد و طی 7 ماه مقبره رئیس جمهورهای آمریکا کامل شد. پس از آن دولت پروژه پایان یافته رو اعلام نمود، در حالی که هنوز اتاق ساخته نشده بود. خانواده بروگلوم از دولت خواستن که به احترام پدرشون این اتاق رو هم کامل کنن، اما دولتی ها تنها به نصب چند تابلو معرفی کننده تاریخچه از پروژه بسنده کردن. امروزه بازدید عمومی از این مکان امکان پذیر نیست. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم کامنت کنید.